امروز میخوام همه گوشی های کوچولو جمع و جور و خوش دست رو بهتون معرفی بکنم. سعی کردم از هر برندی یه مدل رو بهتون معرفی کنم. من زیزی سلمی هستم و خوشحالم میکنید که همین الان صفحه منو سابسکرایب و فالو داشته باشین که ویدیوهای بیشتری از من ببینید. بریم سراغ اولیش، آیفون 13 مینی. اپل تو این چند سال شروع کرد به معرفی نسخه های مینی خودش که با همون کانسپت گوشی پرچم دارشه، اما یه سری امکانات و قابلیتایی که گوشی پرچم دارش به شما میده رو دیگه نمیده، مثل مثلا امکانات دوربین. این گوشی های سری مینی آیفون با همون پردازنده هایی که توی گوشی های پرچم دارش هست عرضه میشه، یعنی شما دقیقا میتونید توقع اون قدرتی که توی گوشی های پرچم دار هست رو داشته باشین، چون دقیقا پردازنده شون این همه. آیفون هر سال با معرفی سری مینی رنگ های متنوع و جذابی هم معرفی میکنه در کنارش که دیگه دستتون بازه توی انتخاب، به حق انتخاب بیشتری رو به شما میده. آیفون 13 مینی از نظر متریال خیلی گوشی با کیفیتیه، هم گلس صفحه هم گلس پشتش از گوریلا گلسه و اون رو در واقع مقاوم میکنه در برابر ضربه. فریم دورش هم از جنس آلومینیومه. آیفون 13 مینی گواهی IP68 رو داره، یعنی در برابر آب و گرد و غبار مقاومت بالایی داره. اگر هم نمیدونید که IP68 به چه معنیه، یه ویدیو ساختیم، چند تا ویدیو برید عقب‌تر حتما میبینیدش. اما این گوشی ضعف‌هایی هم داره که یکی از اصلی تریناش ظرفیت کم باتریشه. ظرفیت باتری حدود 2400 میلی آمپره که خب خیلی ظرفیت کمیه. شما مثلا حتی کار سبک هم باهاش انجام بدید تو طول روز، یه روز هم دووم نمیاره. وزن گوشی فقط 141 گرمه که خیلی سبکش کرده. اندازه صفحه نمایش گوشی 54 اینچه که 85% اون رو صفحه نمایش تشکیل داده. اگه دنبال یک گوشی کوچیک و خوش دست می‌گردین که در عین حال پردازنده قوی هم داشته باشه، آیفون 13 مینی میتونه اولین گزینه شما باشه، اما باتری کمش هم حتما در نظر بگیرید قبل از خرید. بریم سراغ دومی، گلکسی زی فیلیپ. هم زی فیلیپ درسته، هم زد فیلیپ، هر دوش درسته. یکیش حالا تلفظ آمریکایی، یکیش تلفظ انگلیسیه، چون اینو قبلا به من گفته بودین، گفتم بهتون بگم، حواسم هست. این گوشی واقعا یه گوشی خاص و خوشگل و خوش دسته. یه گوشی تاشوئه که وقتی تابشه اندازش خیلی کوچیکه، اندازه تقریبا بگم یه کف دست میشه. این گوشی به خاطر طراحی خاصش از بعضی امکاناتش کاسته شده و نمیشه از اون توقع سخت افزاری گوشی های پرچم‌دار رو داشته باشیم، هرچند که این گوشی از لحاظ سخت افزاری قدرت خوبی داره. بجز بخش سخت افزار، یکی دیگه از جاهایی که بهش خیلی توجه نشده صفحه نمایششه که از گوریلا گلس 3 استفاده کردن که یکاش یه بیشتر بود، حالا شاید امکانش نبوده که این مقاومتش در برابر خش و ضربه رو بالاتر ببره، چون این گوشی به خاطر طراحیش آسیب پذیری بالایی داره. اما پشت گوشی از گوریلا گلس وکتوس استفاده کردن و فریم دورش هم از جنس آلومینیومه که خوبه، یعنی عالیه. یه نمایشگر ثانویه هم قسمت پشتش داره که خیلی جذابه. ابعادش 1 اینچه و میتونید روی اون نوتیفیکیشن ها رو ببینید، ساعت رو باهاش چک کنید. امکانات جالب و جذابی رو در اختیارتون میذاره. طراحی گوشی واقعا طراحی جذابیه و اون باز و بسته کردنش زمانی که این لوله ها باز میشن واقعا حس خوبی میده بهتون. در کل سامسونگ با ساخت و عرضه این نوع گوشی های خاص صنعت گوشی های موبایل رو جذاب تر کرد. گوشی با پردازنده اسنپ دراگون 888 عرضه شده و با این سخت افزار گوشی میتونه از پس کارهای سنگین هم به خوبی بر بیاد و اکثر کارهای شما رو راه بندازه. صفحه نمایش اصلی گوشی موقع باز شدن 6.7 اینچه که اندازه نسبتاً بزرگیه، اما چون این گوشی تاشوئه و در زمان بسته شدن اندازه خیلی کوچیکی داره، اون رو توی این لیست آوردیم. نمایشگرش 120 هرتزی، گواهی IPX8 رو داره و فقط در برابر آب مقاومه و در برابر گرد و غبار هیچ مقاومتی نداره و خیلی مراقب باشید، چون که گوشی های تاشو عموما یعنی آسیبی که ممکنه ببینن از همین گرد و غباره. باتری گوشی 3300 میلی آمپره که تقریبا ظرفیت کمیه. وزن گوشی هم 183 گرمه که وزن معقولیه. اگه دوست دارید یه گوشی خاص، یعنی خاص‌ترین گوشی بازار دستتون باشه، زی فیلیپ میتونه انتخاب خوبی باشه. بریم سراغ بعدی، گوگل پیکسل 5. گوشی های گوگل از اون گوشیایی که توی ایران متاسفانه محبوبیت چندانی ندارن، اما به شدت گوشی های خوبی داره و واقعا ارزش خرید دارن. طراحی گوشی بسیار ساده
شیک و دوست داشتنیه. گوشی محکمیه چون پنل جلویی و پنل پشتیش هر دو از جنس گوریلا گلس 6 و فریم دورش هم از جنس آلومینیومه که دیگه میتونه در برابر ضربه و افتادنهای احتمالی گوشی از دستتون مقاوم باشه. بجز طراحی گوشی‌های گوگل به دلیل اینکه جلوتر از همه آپدیت‌های نرم‌افزاری اندروید رو دریافت می‌کنن، محبوبیت بالایی دارن. مدت زمان پشتیبانی نرم‌افزاری از اونها هم بالاست و تا 5 سال آپدیت‌ها رو به طور مرتب دریافت می‌کنن. برای سامسونگ این مدت 2 تا 3 ساله برای اینکه دستتون بیاد که چه خبره. ابعاد نمایشگر گوشی 6 اینچه، صفحه نمایشش 90 هرتزیه و چیزی حدود 86% به صفحه نمایش اختصاص داده که عدد خوبیه. اما ضعفی که میشه به این گوشی گرفت تو قسمت سخت افزارشه. گوگل توی گوشی پیکسل 5 دیگه قصد رقابت با پرچم‌دار دیگه کمپانی‌ها رو نداشت. اومد یه گوشی رو معرفی کرد که از یه پردازنده میان رد توش استفاده کرده بود. پردازنده گوشی اسنپ‌دراگون 765 که تقریبا همونطوری که گفتم یه پردازنده میان رد است. به همین دلیل نمیتونین توقع سخت افزاری در حد یه پرچم‌دار ازش داشته باشین. اما میتونه کاراتونو کامل راه بندازه، از پس کارهای سنگینم تا حدودی برمیاد، اما بهتره زیاد بهش فشار نیارید. یه نکته مثبتی که داره متمایزش میکنه نسبت به گوشیایی که بهتون معرفی کردم اونم باتریشه که حدوداً 4000 میلی آمپره که عدد خوبیه و میتونه تا حدود یک روز رو دووم بیاره. البته حجم باتری هیچ تأثیر روی وزن گوشی نذاشته و وزن گوشی واقعا سبک 151 گرمه و خیلی گوشی سبکی به حساب میاد. بریم سراغ گوشی بعدی، شیائومی می 9 اس ای. همونطوری که اول ویدیو بهتون گفتم من تلاش کردم که از همه برندها یه مدل رو بهتون بگم و اینجا جای کی خالیه؟ شیائومی جان. گوشی پرچم‌دار نیست، یه گوشی پایین رده است و همونطوری هم که احتمالاً میدونید اکثر گوشیایی که شیائومی تولید میکنه گوشیای بزرگ و سنگینی هستن و من تلاش خودم رو کردم که مابین این گوشیها یه گوشی سبک و جمع‌وجوری رو بتونم بهتون معرفی کنم. صفحه نمایش گوشی از گوریلا گلس 5 که مقاوم در برابر ضربه های احتمالیه. فریم گوشی از جنس پلاستیکه که در واقع یه امر طبیعیه توی گوشیای پایین رده. ظاهر گوشی اما ظاهر واقعا جذابیه. رنگ قاب پشتیش توی زاویه های مختلف وقتی قرار میگیره تغییر رنگ میده که خیلی باحاله. نمایشگر گوشی از نوع AMOLED که توی این بازه قیمتی میشه گفت یه امتیاز خیلی خوبیه و میتونه کیفیت خوبی رو بهتون بده. شیائومی تا جایی که تونسته سخت افزار خوبی رو برای این گوشی در نظر گرفته که شما رو لنگ نذاره. پردازنده گوشی اسنپ‌دراگون 712 که با 6 گیگابایت رم هستش. در کل میتونه کاراتون رو راه بندازه اما توقع کارهای سنگین رو ازش نداشته باشین چون ممکنه که کم بیاره. یکی از نقطه ضعف‌های این محصول باتریشه. گوشی باتری 3000 میلی آمپری رو داخل خودش جا داده که مقدار کمیه و نمیتونه خیلی دووم بیاره. شاید اگه استفاده کم از گوشی داشته باشید و مراعاتش رو بکنید تا بعد از ظهر دووم بیاره. وزنش حدود 155 گرمه که واقعا وزن خیلی خوبی برای یه گوشیه. نکته آخر اینه که این گوشی برای سال 2019 است و این مورد رو در نظر بگیرید که گوشی قدیمیه. اما اگر یه گوشی ارزون میخواید و خوش دست و سبک باشه برید سراغ این گوشی. بریم سراغ مورد آخر، S21 از سامسونگ که محبوب منه، گوشی خودم هم هست و یه گوشی به شدت خوش دست و سبکیه. این گوشی از پرچم‌دارای سال 2021 سامسونگ بود و یکی از پرفروش‌ترین‌ها هم بود. به صورت کلی متریال خوبی برای گوشی استفاده شده و کیفیت قابل قبولی داره. اما یه ضعفی که داره اونم اینه که جنس پشت گوشیه که از پلاستیکه. برای گوشی پرچم‌دار پلاستیکی بودن واقعا حس خوبی نمیده. البته از پلاستیک با کیفیتی برای ساختش استفاده شده، اما خب بالاخره یه ضعفه. جنس نمایشگرش از گوریلا گلس وکتوس که آخرین نوع از گوریلا گلس هاست و مقاومت خیلی بالایی در برابر ضربه داره. اندازه نمایشگر 6 و 2 اینچه، نسبت صفحه نمایش به بدنه هم 87%. فریم دور گوشی از جنس آلومینیومه که به امنیت اون اضافه میکنه. ظاهر گوشی یه ظاهر خیلی جذابی داره. بهترین رنگش هم از نظر من رنگ بنفششه که خیلی جذابه. فریم گوشی اومده و دور دوربینا رو هم گرفته و قاب اونا رو تشکیل داده که یه طراحی خاصی بود از سامسونگ توی سال 2021. پردازنده گوشی اگزینوس 2100 که پردازنده اختصاصی خود سامسونگه به همراه 8 گیگابایت رم. به دلیل پردازنده که داخلش هست کارهای سنگین رو به راحتی میتونید با این گوشی انجام بدید و هیچ مشکلی تقریبا براش پیش نمیاد. تو بخش باتری یه کمی انتظار بیشتری میشد ازش داشته باشیم با ظرفیت 4000 میلی آمپره و تقریبا میتونه یه روز رو توی مقدار در واقع استفاده معمولی دووم بیاره. وزن گوشی 171 گرمه که وزن نسبتا پایینیه و تو دست گرفتن و استفاده طولانی ازش دستتون رو خسته نمی کنه. در کل اگر دنبال یه گوشی پرچم‌دار خوش ساخت و خوش کیفیت و
سبک و جمع جور میگردید، اسپیسویک میتونه گزینه مناسبی باشه. دیگه خسته شدم، فکرم در گرفته آخر ویدیوه. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برای اون دوستاتون که میخوان یک گوشی جمع جور رو کوچیک بخرن ارسال بکنید. مرسی. و توی کامنت ها بنویسید که کدوم از این گوشی هایی که گفتیم رو شما دوست دارید که بخرید. بنویسید توی کامنت ها. مرسی. و تا ویدیو بعدی خدافظ.